به نام خدا. www.fcc90.ir آقا سلام. سلام، حال شما چطوره؟ مرسی، خوبم. این رفیقمون خیلی اهل سر و صداست. خوبه دیگه، مگه بعد خوبه؟ شما هم اهل سر و صدایی؟ نه زیاد نه، میگن ولی تو واقعیت اینطوری نیست. اهل حاشیه ای؟ نه، ولی حاشیه سراغ من خیلی میاد. معنای اسم شما نجات دهنده است. اهل سوشیان شد. دوست داری سوشا باشی؟ 100%. اصلا دروازه‌بان به نظر من یعنی نجات دهنده. بزرگترین نقطه ضعف سوشا مکانی؟ نقطه ضعف خیلی بزرگم حالا به گفته دوروبریام این بود که خیلی زود عصبانی میشم، ولی این عصبانیت خیلی زود فروکش میکنه. نقطه قوتت؟ اعتماد به نفس. همیشه توی زندگی شخصی و زندگی فوتبالی به قول حالا قدیمی ها به مو رسیدم ولی پاره نشدم. عدد مورد علاقت؟ من 7 رو خیلی دوست دارم ولی 1 4. نظرت درباره عدد 4؟ من به چیزای جعلی کلا فکر نمی کنم، ولی اگر ناراحت میشن که من فکر نمی کنم بمونم فکر کنم. کری میخونی واسه استقلالی ها؟ نه دیگه، اول دوست داشتم کری از نوع خوبش رو دوست داشتم، ولی دیدم واقعا کری خوندن من حالا نمیدونم چه اتفاق بزرگی قلم داد شده بود که داشت بی احترامی ها زیاد میشد، دیگه تصمیم گرفتم که هیچ وقت کری نخونم. چه چیزی خیلی احساساتیت میکنه؟ گولو خیلی دوست دارم. آره یه نفر مثلا برام گل بفرسته، حالا حتما نه دختر رو گل دوست داشت. منم دوست دارم. این روزا چه آهنگی رو گوش میدی؟ از چه کسی؟ یه شعری هستش از آقای علیزاده که میگه تو دریایی و من همش فکر آب. تو دریایی و من همش فکر آب، همه چی. اتفاقا شنیدم پدرت ناخداست. ناخدا بود، بازنشست شده. من بچه دریا هم، من بچه بندر انزلی هم و افتخارم میکنم که بچه بندر انزلی هستم. هادی نوروزی. هانی نوروزی. انشالله که خیلی زود بتونه جای پدرشو پر کنه. چه چیزی خیلی ناراحتت میکنه؟ این که فوتبال باعث بشه که مثلا احترام بین هوادارا، بین هوادار و بازیکن، بازیکن و هوادار، بازیکن و بازیکن، مربی با مربی، یا هر شخصی که مربوط به فوتبال باشه این احترام حفظ نشه، این ناراحت هم میکنه. سوشا حواشی دور و اطرافت خیلی زیاده، چرا؟ من همیشه این اتفاق تو زندگیم افتاده که مثلا از بیرون یه نفر منو نمیشناخته ولی از من بعدش میومده. این اتفاق افتاده. حالا چرا؟ چون شخصیت فوتبالی با شخصیت بیرون فوتبال فرق میکنه همیشه. یعنی تو زمین فوتبال شما تلاش میکنی، شاید یه روزی عصبانی بشی، شاید داد بزنی، شاید اینا دلیل بر بد اخلاقی که آدم خارج از زمین فوتبال نمیشه. و من همیشه دوست داشتم که خارج از زمین فوتبال یه زندگی آرومی رو تجربه کنم و هیچ وقت سرک نکشم تو زندگی مردم و همیشه سرم تو کار خودم بوده و بعد اینم این کار رو انجام میدم. هر کسی هم که میخواد شخصیت سوشا مکانی رو قضاوت کنه اول زندگی شخصیش رو نزدیک ببینه. اینو همیشه دوست داشتم که واقعا چه آدمی هستش، چه کاراکتری داره، بعد قضاوت کنه. این کارت زرد و قرمز خدمت شما. توی زندگی دوست داری به چه کسی کارت زرد نشون بدی، به چه کسی کارت قرمز نشون بدی؟ این کارت زرد رو نشون میدم به کسایی که اینو فراموش کردن که این احترام متقابل رو باید به هموطن خودشون، هم نوع خودشون بذارن. کارت قرمز رو فقط به یه گروهی نشون میدم که فقط ادعای رفاقتشون میشه. حرف آخر و یک آرزو. این که بتونم شماره یک تیم ملی بشم،
و دوست دارم که بازی‌های زیادی برای تیم ملی کشورم بازی کنم و مثمر ثمر باشم و فکر می‌کنم که هر بازیکنی اینو دوست داره. www.fcc90.ir